کنی به جمالت، از کجا بگم بس به کمالت، افراح به خودم کنی به جمالت، از کجا بگم بس به کمالت. در سایه زده تبارک، عید همگی بود مبارک، در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک، امون و روزم سالی روزم امون و روزم سالی روزم، در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک، سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک، در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک، در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک. سلام دوستان عزیز، بیننده های تلویزیون فیس وان، با یک برنامه نوروزی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر جا که هستید خوب، سالم، تندرست در کنار عزیزاتون باشید و روزهای خوبی رو سپری کنید. برنامه امروز رو با یک فال حافظ شروع میکنیم. به نام بخت خیش. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن سخت لخت خیش. دوشم ز بلبلی چو خوش آمد که میسرود، گل گوش پهن کرد ز شاخ درخت خیش. که ای دل تو شاد باش که آن یار تند خو، بسیار تند روی نشیند ز بخت خیش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و از سوز اندرون، آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش. ای صاحب فال، شما که آدم با تجربه هستید و خبر دارید دنیا چگونه است، حالا که می دانید باید به هر حال از گرداب بلا بگذرید، پس برای چه نشسته و آه و ناله می کنید؟ دست به زانو بزنید و بلند شوید تا موفق شوید. و اما فال انبیای امروز، فال حضرت عیسی. ای صاحب فال، از غم و اندوه نجات پیدا می کنی و آسوده خاطر می شوی. از خدا ترس داشته باش و تقوا پیشه کن که به درجات بالاتری می رسی و هر روز بر عزت و احترامت افزوده می شود به حدی که باور کردنی نیست و عده‌ای با تو دشمنی می کنند و مخالف تو هستند، اما در پناه حق بزرگ و پاک دامن خواهی ماند. خیانت در دل و کار تو نیست، از برکت دعای پدر و مادر تو را محفوظ نگه می‌دارد و اگر کسی را در قربت داری از او خبری به تو می‌رسد. با افراد مؤمن همنشین باش، سفری در پیش داری که بسیار نیکوست. هر نیتی که داری خوب است و به مقصود می‌رسی. دوستان عزیز، اسپانسر این برنامه نوروزی شرکت شاینینگ کامرشیال بروکر LLC هست. برای اطلاعات بیشتر و هر گونه خدمات تجاری در دبی میتونید به وبسایت www.shining-uae.com مراجعه کنید. سلام و درود به شما بیننده های عزیز تلویزیون فیس وان و برنامه ویژه نوروزی. یه مهمون خیلی خوب داریم با همکار خوبم شادی جان. این برنامه امروز که بسیار زیباست و مهمان ما گرانقدر هستن،
این برنامه رو شروع میکنیم. شادی سلام کن تا بریم سراغ دوست عزیزمون، اسمشو بعد میگم. سلام بینندگان عزیز، برنامه امروز رو شروع میکنیم با حضور آقای دنی. بله. در خدمتتون هستیم، امیدوارم که لذت ببریم. بله دنی جان، به برنامه خودت خوش اومدی، به فیسبان خوش اومدی. یه حالا احوال کن بریم ادامه برنامه رو. مرسی، منم سلام میکنم خدمت شما. مرسی. شادی خانم و بینندگان خوبتون. مرسی. دنی یک خواننده جوان و پر استعداد و لطیف. دنی جان من مرتبه سومه میبینمشون، بارها باشون صحبت کردم، خیلی خوبه. شادی، خواننده روحش و صداش لطیف باشه. یا آهنگ داشته که باش خانم اینجوری اینجوری میرخصن، اسمش یادم رفته چی؟ چجوری میرخصیدن؟ اینجوری اینجوری میکردن. یه آهنگی از ایشون من شنیدم که خودم هم خیلی دوستش دارم و یکی از همکارای عزیزمون شبنم جون خیلی دوستش دارن، به نام خدا نگهدار. بله بله، خیلی آهنگ قشنگه، کلیپ خیلی خوبه. پیداش کلیپش هم خیلی زحمت کشیده ساخت. سعی میکنم واسه همهشون زحمت بکشم واقعا. نه، بعضی از کلیپ ها خیلی پروداکشن سنگینی داره و نیروهای زیادی میخواد، بعضیاش لوکیشن های متفاوتی داره. بله. خب دنی جان، عید زیباست. 100%. سال نو همه داریم تازه میشیم و این سفره هفت‌سین و این چیزی که ما ایرانی‌ها بهش علاقه داریم، هر سال نو میشیم توی بهار شادی. خود من این سفره رو میبینم یاد بچگی میافتم. خاطره داری از نوروز؟ والا بودی از ایران میدونم، ولی خب خاطرات چیه؟ من هر وقت نوروز میشه یاد مامان و بابا اون زمان قدیم میافتم دیگه، چون مدت زمان زیادی هست که ما جدا زندگی میکنیم. بله. هر وقت این سفره رو میبینم یاد بچگی و مامانم بود و بابا و اینا. بله. یاد اون موقع میافتم. یاد اون موقع، هممون همینطوریم. پس بچگیتونه تو ایران گذروندیم؟ نه، من 5 سالم بوده از ایران اومدم بیرون. از 5 سالگی بیرون بودم تا الان. خب پس نوروز برات تازگی نداره، از قدیم با نوروز بودی؟ یعنی بودم. یادش آره. کردی با نوروز بودی؟ ولی خیلی اون آب و هوایی که تو ایران هست خب نبود دیگه. سخته. بله. آره. وقتی آدم دور میشه، ولی یه حسی به آدم دست میده که آدم سال نو با این سفره، با این هفت‌سین زندگی رو دوباره شروع کنه. یه احساس خوبی به دست میده. اگه عزیزانت کنارت باشن احساس بهتری میشه. بله. اگه نباشن یه خورده غم و غصه میاد سراغت. و ما که بیننده های عزیز توی غربت هستیم، هر سال عید این مهمونای خوبمون رو دعوت میکنم از ایران، همه تشریف میارن، دور هم هستیم. امسال هم که با تلویزیون فیسبان یه خانواده بزرگتر رو درست کردیم و هنرمندای خیلی خوبمون رو دعوت میکنیم در خدمت باشیم. دنی جان، امسال چه کار جدیدی میخوای انجام بدی؟ چه کار میخوای بکنی؟ از لحاظ موسیقی؟ بله 100%. یه آلبومی هست به اسم بمب. بمب؟ بمب. بمب. قراره بهتر کنه. نمیدونم، امیدوارم که بهتر کنه. ایشالله. بعد 3-4 تا آهنگش الان هست رو اینترنت. بله. ولی ویدیو هنوز نشده، فکر کنم تا چند وقت دیگه ویدیوشن رو بیام. ان شاء الله. ویدیو رو کجا می‌سازی؟ دبی یا خارج؟ معلوم نیست. معلوم نیست. ان شاء الله که دنی جان ویدیوهاشو زود به ما بده، ما پخش کنیم. صدای دنی یک صدای لطیف و آرامش بخشه. ما خواننده‌های متفاوتی داریم. بعضی از خواننده‌ها داد می‌زنن ولی دادشون قشنگه. بعضی‌هاشون خیلی اکشنن، بعضی‌هاشون رپ می‌خونن. دنی جزء خواننده‌های لطیفه. صدای دنی به درد آرامش می‌خوره. یعنی شما وقتی که نیاز به آرامش دارین، باید صدای دنی رو گوش بده. خب شادی جان، من فکر می‌کنم که تهیه کننده برنامه یه دونه کلیپ آماده کرده از بله. کلیپ‌های دنی جان. ما این کلیپ‌ها با هم ببینیم و یه آنتراک بدیم و برگردیم. حتما. می‌بینیم با هم. میکشم میرم آسمون تا خدا، میرم دور میشم از زمین پشت حلقه قصه ها.
با یادت نفس میکشم، میرم آسمون تا خدا، میرم دور میشم از زمین پشت قلعه قصه ها. هر جا با تو هم نفس، هر جا با منی مهربون، تو تقدیر من حق شدی تا هستم کنارم بمون. با یادت نفس میکشم، میرم آسمون تا خدا، میرم دور میشم از زمین پشت قلعه قصه ها. اگه یه لحظه ازت دور بمونم، اگه نپیچه بازت تو خونم، اگه نلرزه دل تو به یادم، یادت بره از دل پاک و سادم. با یادت نفس میکشم، میرم آسمون تا خدا، میرم دور میشم از زمین پشت قلعه قصه ها. هر جا با تو هم نفس، هر جا با منی مهربون، تو تقدیر من حق شدی تا هستم کنارم بمون. با یادت نفس میکشم، میرم آسمون تا خدا، میرم دور میشم از زمین پشت قلعه قصه ها. به به، بسیار آهنگ زیبایی بود، آهنگی به نام نفس، کار آقای دنی. لذت بردیم، امیدوارم شما هم لذت برده باشین. ممنون آقای دنی. دنی جان، ما از هنرمندانی که دعوت میکنیم تشریف میارن توی برنامه هامون، هدف ما فقط یه اینترویو ساده نیست. یکی این که این برنامه های ما یه ذره خواننده ما رو پوش میکنه که بیشتر فعالیت کنه، یعنی میان جلوی بیننده های عزیز قول میدن که ما امسال این کار رو میکنیم، مجبورن انجام بدن. یکی که دوست داریم خواننده های خوبمون رو حمایت کنیم، فارسی زبان رو حمایت کنیم، و یکی این که خیلی از دوستان خوبمون که البته دوست ما نیستن، اینا توی جاهای مختلف هستن، آیدیاهای مختلفی دارن و شعرهای جدیدی میگن و کارهای عجیب غریبی دارن میکنن، یه مقدار ما رو دارن از سمت کار پروفشنال حرفه‌ای، یعنی توی خوانندگی دور میکنن، توی زبان فارسی دور میکنن. من دلم خواست نظرتو بپرسم. خود من چند وقت پیش بود یه موزیک ویدیو دیدم، یعنی برام فرستادن پخشش کنم و آهنگش هم شنیدم. حالا به اینا میگن زیرزمینی، پشت بومی، نمیدونم، بعضی هاشون نامبر وانن، واقعا هنرمندن، و بعضی هاشون مدن واقعا خرابکاری کردن، همه رو تغییر دادن، از نمیگم فالش میخونن یا بد میخونن، ولی اینها ضربه میزنن به کسایی که کاری خوب انجام میدن. نظر در رابطه با این داستان و این بچه هایی که اینجوری کار میکنن چیه؟ حالا خیلی داستانش طولانیه. بله، حالا در نمیتونم. حد وقتمون بگیم چقدر وقت داریم؟ هر چی که بفرمایید. من خیلی خلاصه بخوام بگم،
کلن تو مارکت موسیقی ما چون هر کسی که میخواد خواننده بشه نباید از زیر یه فیلتری بگذره. بله. خب هر کسی که پول داشته باشه میتونه این کارو انجام بده و فقط و فقط هم پول میخواد که هر کسی داشته باشه میتونه شعر و آهنگ و تنظیم و استدیو و حتی صدا و دارن براش بسازن. پخش تلویزیونی هم با پول حل میشه دیگه. حالا بقیه تلویزیونات خیلی هاشون پول میگیرن. البته این بحث من به درد عید نمیخوره چون نه اشکال نداره، ما خورده دوست داریم که حالا دلی جان من چیزی که میخوام بگم الان خب مسئله پول جدا، همه پول دارن میرن خواننده میشن. حالا طرف پول داره صدا نداره ولی راه درست رو میره، مثلا شعر انتخاب میکنه عاشقانه زیبا خیلی قشنگ، شما دوست دارین که سنتون پایینه، منم که پیر مردم دوست دارم. درست شد؟ بعضیا همون امکاناتو دارن، پولم هست، چرت و پرت میخونه، از کلماتی استفاده میکنه، از شاعرای استفاده میکنه یا چیزی رو خودش مینویسه که وقتی من یا شما یا هر فارسی زبان میشنوه میگه این داره چیکار میکنه. من منظورم به این بود ما چیکار کنیم با اینا. دوستان عزیز این ویدیو کلیپ های که ما دوست نداریم و ارسال نکنید و برای ما ایرانی ها که صاحب تمدن و ما حافظو داریم، چه شعرهای قشنگی گفته 700-800 سال پیش، شعرهای خیلی خوبی الان داریم و اون کلمات بعدی رو که استفاده میکنید منظورم اینجور آدم ها و خوبه اون آدم بی استعدادی که پول خرج میکنه یه کار خوبی هم میسازه. دیدم بعضی اصلا استعداد ندارن ولی علاقه دارن و باز هم اینا خدمت میکنه مردم، شاکر انتخابشون خوب... میتونه خوب انجام بده. ولی یک هنرمند واقعی در اینجا متوجه میشه که این آقا صدا نداره یا استعداد نداره ولی کارشو 70-80 درصد خوب انجام میده. و متاسفانه دختر پسرای من دارم چه صداهای خوبی دارن، از اشعار و کلمات استفاده میکنن که به درد ما ایرانی ها نمیخوره. در اینجا آخرین کلیپ چی بوده؟